هر کس ناخن نگیرد پیامبر اکرم میفرماید ناخناشو کوتاه نکنه از ما نیست. حتی تو روایت داریم آقایون باید کامل کوتاه کنن، خانوما یه ذره بذارن، نه نیم متر. بعضی وقتا خانوما یه جوری ناخن میذارن آدم میمونه خدا، یا اینا تو خونه آشپزی نمیکنن؟ اینا طهارت نمیگیرن؟ اینا دستشویی نمیرن؟ واقعا آدم میمونه با این دستا چجوری کار میکنه؟ امروز یکی از عزیزان معضلات غسال خونه های ما میدونی چیه؟ کاشت ناخن خانوماست. کاشت ناخن خانوماست. اگر بکنن آسیب به میت میخوره، اگر نکنن غسلش رو باید چیکار کنن؟ در تازه در بحث فقهی هم غسل جبیر، وضوع و غسل این چنینید برای میت جا محل بحث. تو کربلا سفر کربلا حاج خانم رو دیدم، وضعیت ناخون، میگم حاج خانم حیف نیست این همه رو اومدی به کربلا با این ناخون؟ تو میخوایی با این وضعیت غسل بگردنتی؟ میخوایی بره حرم ابا عبدالله حسین؟ با به حرمت این امام اینا این ناخونا رو میکندی میرفت؟